اگر دفعه اول موفق نشدی دوباره تلاش کن. حالا برسیم به شما. دوباره کف بالا آوردی که نشیدی چی گفتم؟ اگر بار اول موفق نشدی اینقدر میشوری تا موفق بشی. ندارم بدم درستت کنن. آی باری کلبا بشور. هر کس فکر میکند تقدیر آیندهش را تعیین کرده، در حقیقت به ضعف اراده خیش اعتراف کرده. هر کس فکر میکند تقدیر آیندهش را تعیین کرده، در حقیقت به ضعف خیش اعتراف نموده. هر کس فکر میکند تقدیر آفمان از این تقدیر یدی جان که چه کرد با ما، پیرم کرد. چه چروکی افتاده زیر چشمم. تنهایی رو خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. تنهایی خوبه مگه؟ تنهایی پیر آدم رو در میره. نگاه به خودت نکنه زار ماشالله اینقدر خوب بودی. خدا رحمتت کنه. دور به قبل دور آدم خوبی بودی. از ما راضی باش. تو رو دیدم دوباره به هم ریختم. و اما جمله انگیزشی، دشواری که در زندگی شماست در نهان هدیه برای شما دارد. زندگی شما پیشاید در نهان هدیه برای شما دارد. قدرتی خدا چه هدیه گرون قیمتی هم رسید. چقدر هم رسید. این از برخ، این از گاز. آخه لامپی چند، شعله ای چند، چجوری حساب میکنی؟ و دیگه جمعه انگیزشی رو بود. خدا بزرگ. و اما جمعه انگیزشی، هر دشواری که در زندگی شماست در نهان هدیه ای برای شما دارد. گروه امنیتی لطفا جمعیت رو کنترل کنید. آقای دکتر دارن هم منزل خارج میشن. سلام علیکم. سلام علیکم. امیدوارم در این صبح سرد زمستانی خونه دل شما گرم باشه. من خدمتگزار شما هستم. خواهش میکنم آقای دکتر، خدا ایشالله سایز بالای سر ما نگه داره. زنده باشی آقای پروانه. من در خدمتم. ام آقا، من جاهزی شیک خوب میخوام. یه دن جاهزی میخوام؟ بله. برای دخترت یا نود مادر جان؟ من خودم چشمه. یا من کیکس خوب یه دنه پیدا کردم میخوام شوهر کنم. آها، قصد تجدید فراش داری پس میخوای؟ نه خیر آقا، من دخترم الان شوهر نکردم. خیلی هم خوب سنت هستن. اوه مادر جان، چه لیست بلند بالایی. من پدرم اگه زنده بود از شیر مرغ و جون آدم زد به من جاهزه میداد. حالا که پدرم مرده میخوام خودم بهترین جاهزه را ببرم. خیلی خوب، چند تاش نمیشه بندازی گردن داماد؟ نه چرا بندازم گردن؟ از دختر جاهزه پسر عروسه. بله بفرمایید. آقای مرادی بفرمایید. سلام علیکم. ای بابا، ما را شما که کارت انجام نشد. انجام نشد، واسه همین مزاحمتون شدم. رفتی پیش مسیح؟ رفتم، ولی منو سر میدونم، مثل که سر کارم گذاشتم. واسه همین چند روز دارم دوندگی میکنم. خیلی خوب، اینو بگیر به آقای تقوایی زنگ بزن. پروانه جان، بله. با ایشون هماهنگ بشو دیگه. چش باشه. از همگی عذر میخوام، ببخشید من امروز دیرم شده. هر چی عریضه یا نامه دارید بدید خدمت پروانه جان، من رسیدگی میکنم با اجازه همگی. ببخشید، همه این زحمت ما برای همسایه هست. از خواهی میکنم. آقای دکتر رفت. بعده. سلام هموطن.
سلام هموطنان، صبح زیباتون به رنگ ارغوان و لحظه هاتون آکنده از یاس و نسترن و عقاقی. صبح دیگری آغاز شد و زندگی به شکوفه نور نشست. پنجره ها رو باز کنید و صبحتون رو با نسیم عشق و نوای چلچله ها و چکاوکان آغاز کنید. لذت ببرید از ماسک سیاه. در چی میکنه آنا؟ برای پاکسازی و جوانسازی صورتم. صورت به این پاکی، به این صافی، این برگ گل. قندم افتاد. سب کن آنا برات. خب همه چیزو میارم. سب کن. بگید ببینم دیشب خوب خوابیدین یا نه؟ نه اصلا. چرا نه؟ مگه قصتونو نخوردین؟ حنا واسهتون آوردم رنگ انار. دستاتونو ببندم، پاهاتونو ببندم، عروس بشیر خوشگل ما. خوشگلی ما سو چیه؟ اگه بس که بد اونوقی. آخه چیه سر صبحی اون؟ کشتیاتون غرق شده؟ نه. اول آزمایش خون، بعد آب هویجی. ببینم قند خونتون در چه وضعیتیه. پایینه، بالای، کجای؟ بیمه چطور شد؟ هیچ. این توپ فوتبال پاسم میدن از این ور به اون ور. دستتو بیار ببینم. حالا من که راضی نیستم. دست بیار بنام. خدای منو زخم خنجر خوردی مگه؟ از اون بدتر. اونت هم بدتر از من خوش شده که. نه فکرشو بکن. آدم 12 سال کار بکنه بعد حق بیمه شو رد نکنه. وگرنه الان یه حقوق بخور و نمیره بازنشستگی داشتم. دستم تو جیب خودم بود. منت هر کس و ناکسی هم نمیکشیدم. بیا دست. کمال قبلا خونه حاج رضا دیده بودی؟ بله دیده بودم. از دور، تو از دور. خودش گفت بیای؟ نه دیگه. منیه گفت دیگه. میدونست دنبال کار میگردم. گفت حاج آقا هم دنبال یه پرستار نجیب دستپاک چشپاک میگرده. اینه که دیگه من خدمت رسیدم. مگه پرستاری؟ بهیار اما 12 سال تو درمانگا کار کردم. بذار اینو من ببینم اول. بچه داری؟ قلاب شماست. بله فرهاد 30 سالش. ببینم قندت هم که خیلی بالاست که. نه بابا این خرابه. ببینم رعایت معایت میکنی؟ آره بابا معلومه که رعایت میکنم. اینجوری؟ چی نگاه میکنی؟ قند خونم رفته پایین. بعد عرض کردم یه پسر دارم اسمش فرهاد. سلام علیکم. سلام علیکم. 30 سالشه، مهندسی. برای خودش کسی. خوشتیب، خوشقد و بالا، خوشبر و رو. بابا چطور گل پسر؟ ماشاءالله. من داشتم خودم میدم شیشه. چرا شیشه رو دادیم پای خودم؟ ناامید شدم. بیا اینجا. بله برو مامانت بگو برات اسفند دود کنه. خوشته. با مادر من چیکار داری آقا؟ من خودم دود میکنم. برو. الهی مادرش بمیره. بچه از همون بچگی با غیرت بود. روزا کار میکرد، شبا درس میخوند. دبیرستانش هم اینجوری شبونه.
اونم با مدل 20. سلام فراز. ببخش مهندس فراز. یک کلام از خرج بگو. درود. بلا فاصله همچین زرتی بعد از دبیرستان رفت وارد دانشگاه شد. نمیتونم در عرض 2 سال یا 3 سال بازم زرتی مدرک مهندسی شو گرفت. اونم با مدل 20. خیلی زود کار پیدا کرد. اما خب خیلی زود کارش از دست داد. خب چیکار کنه؟ شرکت بر شکست شد. اگر تو بدونی هاش خانم من چه گریه ها کردم سر این سجاده. دیگه شم و نظری نبود که نکرده باشم. دیگه نمیدونم الان به کدوم امامزاده چقدر مکروزم. تا بالاخره دعای من مستجاب شد. الان یه مهندس فرهاد و یه ماشین سازی. همچه کارخونه رو روی این انبوش کوچیکه خودش میچرخونه. یه داداشم دارم که تقریبا همسنشه، اسمش فرشیده. اما هم نظره عقلی هم 10 سال بلکه هم 20 سال کوچکتر بزن. یه چند وقتیه که فرهاد من دست اینو گرفته برده پیش خودش. خوشقد خوش دست مهربون. خدا نکنه بفهمه کسی به کمک احتیاج داره. کمک میکنه روش کنه. کمک میکنه. دیگه سنگه تموم میذاره. دیگه نگم برات. دیگه بگذر. دیگه خودم هم خسته شد. چی بگم برات اصلا. لکی زوج نخونی. باید منو ببینی. شماره موبایل تو هم بگو. 900 آقا آقا ورود افراد متفرقه به آبدارخونه کیدم ممنوع حتی شما دوست هست. آقا زوج میخوام آقا زوج آدم باش بابا. تو سر بیشور داری منو تابلو میکنی. زوج چی میخوای؟ بلکه زوج میخوام. بلکه زوج میخوام. آفره ببینم مگه شانسی نیست؟ نه اون تخمخ شانسیه مزده نیست. شماره تو بگو. 2 تا ترابن 50 چارشه ها 100 تومن. آقا بیا بره بیرون. 100 تومن نکن. تا 100 میلیارد که نکستم کلا 10 تومنش مال من. باشه دمت گرم. شماره تو آروم در گوشمو چی کلا بلندی تو آروم. 912 بره بیرون. بره بیرون آقا چای میخوام. بره اینجا بش. بروش بره دیگه آقا. خسته نباش. سلام علیکم. آقا این وام ما چی شد؟ این زامن میخواد واقعا؟ بله حتما زامن میخواد. اما من بازم میپرسم بهتون میگم. از شما در اسم منو یادداشت میکنی؟ اسم شما چیه؟ من فرشید دستان. جون خودم یارو صابخونه بلند شد اومده میگه وسایلتون یا میریزم تو کوچه یهویی یا پول پیشو باید زیاد کنی. آقا علیزاده اینا آدم نیستن که من نمیدونم. سفارش میکنم زودتر وامو پرداخت کنم. نوکرتم. دمت گرم. شده اومده اینجا صابخونه. نگاهش کن بلند چه نکن. پاشو پاشو بکش یه اینجوری واسش بکن که من دارم وامو بهش میدم. دست درد نکن. میگم دعات کنه. دست گل درد برو. خیالت راحت. خیلی ممنون. بلند شده اومده اینجا. خب پولم ما بگیر. خیالت راحت. پول خودم. حله برو. شما چی کاره بود؟ والا هاش خانم کش از همون اول که من اومده بودم یه فرم گزینش جلوی من میذاشتی. من تمام این سوالای شما رو جواب میدادم. نه خودتو به زحمت مینداختین نه من. ماشاءالله هم تو یک ریز داری میپرسی. شوهر داری؟ نداری. بچه داری؟ نداری. مجددی؟ متعهدی؟ شهرستانی؟ تهرانی؟ از گزینش استخدام رسمی هم سخت گیر. چی کار میکنی؟ ترکی دستم. جوابم بده. شوهر چی کاره بود؟ شوفر بود. شوفر اتوبوس. چرا؟ من چه بدونم؟ امکانات نبود. چرا مرد؟ عمرش به دنیا نبود. تصادف کرد مرد. بیا اینم فشارت. این قندت بالا. نه باید دستگاهی تو خراب نماش. شکر نمک چیزی میزنی؟ چی نمک؟ بله نمک. هاش خانم به خودت رحم نمی کنی. به من رحم کن. بلایی سرت بیاد من از کار بیکار میشم. و گفته باشم یعنی کارت مهمتر از جون منه.
دور از جونتون باشه ایشالله. چی؟ سکن اون صرف رو بده به من. یک قاتل گیر آوردی؟ چی؟ نمکتون. دفعه آخرت باشه واسه من دست اینجوری اینجوری میکنی ها. چشم. آخرستم همون سعید علی اونم. این چیش خرابه؟ این رزوی مغزیش خرابه. دو تا میخ بده. بیا بیا خدا الان درستش کنه. میگم باری کلا خوشم اومده رکوردو زدی ها. تو هفته خیلی خوب دبوم آوردی. تعمیر مایه هم از کار دایی تیون. میدونی وقتی صحابا بلند میشم به یه امیدی به یه عشقی از خونه میزنم بیرون که یه لقمه نون حلال واسه خونوادم ببرم روحیم یه جوره دیگه است. کار آر نیست که عشق من کاره. خدا هیچ مردی رو روی زمین خونه نشین نکنه. الهی آمین. خدایا هیچ مردی رو گرفتار خارزاده بخیل و چشتنگش نکن. بگو الهی آمین. من بخیل و چشتنگم؟ آره هستی نیستی؟ سه ماه تو خونه بیکار بودم. سه ماه پیش دست ها میگرفتی میابردی اینجا یه لقمه نون در میابردم. اشکالی داشت ترسیدی حقوق تو رو نصف کنم به من بدن؟ حالا زودتر بیارم اینجا گندی میزن این صاحب کاره من میندازه بیرون. چرا چه تو پرخ میگی چه گندی؟ آقا بگو دیگه چه گندی زدم؟ باشه بیخیال. نه چی چی باشه بیخیال؟ آقا اصلا من غلط کردم. من خودم گند زدم. من بودم ماشینه چند صد میلیونی مردم که گذاشته بودن تعمیرگاه اجاره میدادم. من بودم که خونه خالی از فایلای بونگا کرایه میدادم بابت عروسی و جشن تولد و این چیزا. اون فیلم برداریه چی؟ اون گروه فیلم برداریه بگو. آقا برات جان من یه بار دیگه این فیلم برداری رو بگو. برای دوستام تعریف کردن خیلی باحال بود. کلی خندیدن. آفرین. آفرین آقا فراد. بشین جلو غریبا پشت سر جاییت صفحه بذار. آفرین ها. یه موقع کم نیار. یه موقع کم نیار. برو جلو. برو برو تو برو نمیز کیارم کنید خواستم میتگم زوجه زوج شد فکر نمی کرد شوش جونت اه نکن همه گم باش خیلی با برکت باش سمت آمنه برو برکت باش علی حواست باشو من برگشت اگه شبه رسیم چی شده؟ این پسر سیبیل خرچنگی چی میگفت بهت؟ مردم لطف دارن یه چایی بهش داده بودم اومده بود تشکر کنه. پول داد به؟ آره پول چایی. پول چایی؟ نه بابا اون چایی ها واقعا چایی. چایی بهش دادم. چقدر؟ یه چایی این کوچیکا استکان کوچیکا. اونو نمیگم پولو میگم. چقدر داد بهت؟ 10 تومن. ببینم ببینم 10 تومن. خب ببینم همین الان ببینم این 10 تومنه. ها این چای لیبانیا بهش دادم یه چای بزرگ. اینجوری میکنی این که دو تاست. آه تو پارچ چایی دادم بهش یادم نه آه چایی این پول چاییه؟ بابت چایی پول میگیری؟ نه بابت شاباشه. نه اینکه سالن شبیه سالن عروسیه. یه موقعی با سینی میام اونجا وسط حرکات موضوع میکنم بهم شاباش میدم. چرا اینجوری میکنی فراد؟ تو به ارباب رجوع چایی میدی؟ ارباب رجوع آدم نیست؟ فقط من و تو آدمیم؟ از صبح تا شب اینجا تو صفن دنبال پلاک حق نهرن گلوشون خوش بشه یه چایی دلشون میخواد. فراد داره تو گنده کن. چرا این ریختی شدی؟ بچه حلالزادی باید به داییش بره. اینه من باش. مادرت اونجوری بخشنده و مهربان، خودت اینجوری نامرد و نامهربان. و من داییتم ها. خیلی خوب تعریف کرد. اینقدر خندیدیم خودش چی بود؟ خودش خیلی خوب تعریف می‌کنه. آقا چه خبر اینجا جمع شده؟ ببین سر کارتون فراد اون جریان فیلم برداری دایی فرشید رو تعریف کن با هم دیگه بخندیم حال کنیم. آقا جون نمیخواد بری سر کارتون. آقا میگم بری سر کارتون. اون چته تو من اونو فقط برای تو گفتم. اون میش کن بخندیم دیگه. بخیل نباش که. آقای محترم برو سر کاره. راهکارها و تمهیدات جدیدی که دولت در زمینه صادرات و واردات اتخاذ کرده. اید آقای دکتر تو تلویزیون هاش خانو چه خوش عکسم هست. چه خوب شناختیش. مگه نگفتی از دور دیدیش؟ همیشه در زبان
الان هم دارم از دور میبینم دیگه. و اینجا با مشکلات کنار اومدم. آیا واقعا مشکل موشک مشکل ماشالله ماشالله آقای دکتر خیلی خوش صحبتن، خوب صحبت میکنه. خوب صحبت کردنم دیگه دور و نزدیک نداره که. سرانه مصرف پوشک در دنیا 5.2% هست، در حالی که در کشور ما 7.8% هست. یعنی حدود 60% ما بیشتر از نرم جهانی مصرف. بله، یعنی حدوداً 60% نوزادان ایرانی دفع بیشتر دارن نسبت به نرم دنیا. 60% بالاتر؟ خب بچه ها بزرگترهای خودشون الگو قرار میدن دیگه. بزرگتر که برق و اسراف بکنه، بچه هم یاد میگیره آب و اسراف بکنه. دلیلش به نظر من اسراف بیش از حد. لک داری آقای دکتر. باید در زمینه فرهنگ سازی بشه، باید زیر ساختای فرهنگی مناسب تعبیه بشه که از بحران عبور. آخه با یک نوزاد چجوری میشه کار فرهنگی انجام داد؟ نوزاد مثل یک صفحه کاغذ سفید میمونه، هر چی شما به عنوان والدین روش بنویسید نقش میبنده و اون آموزش میبینه. شما ببینید یک والد یا یک والده پرخور فرزندش بهش نگاه میکنه چیکار میکنه؟ اونم میلمونه، همطوری میخوره. ولی شما اگر که یک صرفه جویی و یک نحوه تغذیه مناسب رو به او آموزش بدید، خود و خوراک کمتر، زندگی بهتر. معده هم دیگه بعد از این مدت خودش بسته میشه. یادم اشتها نداره چیزی بخوره. در قدیم چیکار میکردن مادران؟ یه کنه میبست، کهنه استفاده میکردن، کهنه و قنداق که قنداخ. این همین پای پرانتزی. الان وقتی که شما قنداق بشی پای پرانتزی وجود نداره دیگه. از خود مادران جدید میپرد، ای مادران جدید برید از مادران خودتون بپرسید، ببینید که اونا چطور شما رو بزرگ کردن. بدبختی پدر صحباتشون درگی درست عجب اما موافق. سال نظر سنجیه برنامه این هفته داره تقدیم نگاه مهربونتون میشه. سوال به این گونه هست که آیا با راهکار ارائه شده توسط دکتر کمال شهری در خصوص حل بحران کمبود و گرانی پوشک در کشور موافق هستید؟ شما تلفن برنامه هم برای شما تلفن هم با ما در ارتباط باشید. اما به رسم همیشگی ما در این برنامه به 10 نفر به قید قرعه جوایزی رو اهدا خواهیم کرد. شما راشو بگید. بله، به جمع ما پیوست. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان محترم. یک بار دیگر مهمان برنامه رو معرفی میکنم، فاضل دانشمند. نه، کمال شهری. آقای دکتر فاضل دانشمند معاونت توسعه هستن، من کمال شهری معاونت زیرساخت هستم. بله، عرض میکردم خدمت فاضل دانشمند، جناب آقای دکتر کمال شهری هستیم که در این برنامه به عنوان مسئول و کارشناس حضور پیدا کردن. اما آقای دکتر ظاهرا اشاره میکنن که ما یه ارتباط زنده تلفنی برقرار می‌کنیم. حواسم هست. بعد گزارش رو می‌بینیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده محترم، وقت شما بخیر. سلام علیکم. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید. بنده شهربانو شهری هستم. سلام مامان جان. رای دکتر اگه موافق باشین همون سوالی که مطرح فرمودین از مادر بپرسید. از مامان؟ بله، فقط من مامان جان در روی آنتن هستین دیگه. بله، حواسم هست، حرف نامربوط نمیزنم. نه، خواهش میکنم. سلام مادر جان، خدمتتون عرض بکنم که شما در قدیم که پوشک نبود از کهنه استفاده میکردین؟ بله بله. بسیار عالی. آیا شما با روش‌های قدیمی موافق بودین؟ نه والله، موافق نبودم. چیش خوب بود؟ الان درست رفاه هست بیشتر از راحت تر هست، ولی اون زمان حس و حال دیگری نداشت، حس و حالش بهتر نبود. چه حس و حال خوبی؟ مزخرف بود، مزخرف. از اون حس و حالتو بیشتر برام بگین لطفا. تو چله زمستون با آب یخ شیر کهنه شستن چه حس و حال خاصی داره؟ مادر جان شما روزی چند بار از کهنه استفاده میکردین؟ روزی 10-15 بار کهنه عوض میکردم. هچی؟ برای هر نفر؟ بله، برای هر نفر روز 10-15 بار کهنه میشستن. مامان جان 10-15 بار که دیگه سرانش 7-8 بود. تو از همه بدتر بودی، هر چی رو دستت میرسید میخوردی، شکمون بودی. نه منظورم اینه که مامان جان من برادر داشتم کورتیزو خودو میابرد، شیر تو شیر شیر به شیر بودیم با هم، اون زیاد بیرون نبودیم. مامان جان من که اصلا چاق بودم، هر چی میخوردم پس نمیدادم که اصلا. نظرش مورد شای قدیمی رو حاضرن مادرای امروزی انجام بدن؟ مگه مغز خر خورده؟ الو 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 کمال، من صدای تو رو دارم. الو الو تلفن رو من قطع، تلفن رو من قطع کن، برگرد خونه. حساب کردی همه تقصیرها رو انداخت گردن مرتضی. اون قدیما شهرستان که بودیم صبح زود بعد نماز میرفتیم تو تکونی. تو تکونی میدونی چیه؟ نه والله من نمیدونم. همین کمال
میرفت بالا درخت توت، درختو تکون میداد خودشو تکون، درختو تکون میداد خودشو تکون، درختو تکون میداد خودشو تکون. حالا همه تقصیر رو میداز گردن مرتضی تفلک. سب کن برگرد خونه. آقا مرتضی زیر خاکه، این بنده خدا الان روی خاکه. زیر خاک و روی خاک فرقی نداره، جفتشون بچه هامن. حالا هاش خانم کاری ندارم، شما هم امروز آقای دکتر رو حسابی تکون تکون دادی. حالا تو نمیخواد پشت بالش کنی، برو به کارت برس. نابودش کن، نابود. هنوزم یار تنهایم، به دیداره تو میایم. آقا سرکار گذاشتی؟ این فرده که خیلی خوب، چه شلوغش میکنی؟ مگه زوج میخواستی؟ مرد حسابی، کسی هست که فرد بخواد؟ همه دوباره زوج میگردن دیگه. خیلی خوب، حالا صدا تو بیار پایین. نشد که نشد، فرد سرت یه چایی بهت بدم. بارو ببینم بابا، بیا بیا ما چی ملت رو سرکار میذاری زوج؟ آقا سر کار نشستم، من تمام تلاش خودمو کردم، باور کن به خاطر تو 50 تومنم از جیبم گذاشتم. لف والا فدای سرم کردم. میخوای 50 تومنت هم من بهت بدم؟ نه برو حلالت باشه، من این تومنا زیاد دارم. برو خیلی رو داری والا، یه چای بخور. خجالتم خوب چیزی اون داداش چیکی افتاده پس ملت. بابا فراد آدم سکته میکنه اینجوری میای تو که این چی میگفت؟ هیچی، خوبی هم به مردم نیومده. چرا عصبانی بود؟ اومده میگه توی چایی جوشیده. فرشید تکلیف رو روشن کن، تو اومدی اینجا برای پرسنل چایی بریزی یا برای ارباب وجود؟ بابا فراد دلتو گنده کن، وقتی بارون میشی واسه همه ببار. مردم از صبح تا شب میان اینجا دنبال پلاک، همینجوری میدون سماور به این گندگی مال بابام که نیست. خب میدم به مردم دیگه، چایی دیگه، خستگی در میکنه. یه چایی بخور. چایی هم که نمیخوری. چایی نمیخواستی؟ آی باریکلا، بیا ببینم چی تو داری میای. بابا چی باریکلا، خیلی خوب. پام در یواش یواش دیگه آج خان. سر درد نکنه. آه قرصات و همه رو گذاشتن بالا سر تخت. خب ساعت که زنگ خورد یکی از اون صورتی ها رو بخونه. نارنجی نخوری ها، حالا تو خراب میکنه. بشی بشی، من خیالم جمع شه. آی باری کلا، کمال یه رو 20 دقیقه دیگه میرسا. برو دیگه برو، دارم میرم. چشم دیگه، سفارش هم نکنم. سوپ قلم سر گازی تا خواجه آقا و آمنه خانم تشریف بیارن، اونم دیگه جا دست در بیدوست روشی به اونام بده، ولی بیشتری رو خودت باش. من رفتم، خدا حافظ. خدا حافظ، به سلام. اش خانم نیشه جا، خدا حافظ. اش خانم ها دیگه سفارش نکنم، ها جان شما، جان قند شکر ها. باشه، خدا حافظ شما. خدا حافظ. خسته نباش. سلامت باشی. ببخشید شما مادر آقای دکتر هستین؟ به من میخوره مادر آقای دکتر باشم؟ نه ماشاءالله خیلی خوب بودین. عمو من مادر پرستارشم. چی میگم؟ پرستار مادرشم. اه از قدیم الایام میگفتن الف زیر ب. بله.
ببین از من به تو نصیحت، هیچ وقت در رابطه با سن و سال خانوما کنجکاوی نکن. خب؟ حالا بخور. خیلی ممنون. ما این انجام وظیفه نمیتونیم چیزی بخوریم. اجازه نداریم. چرا؟ ایراد داره؟ قانونه. خب چطور برای اون یکی قانون نبود؟ اه، میخورد؟ تهشم بالا می آورد. گشنه، تشنه، جیب خالی، از صبح تا شب جیم فنگ نگرت میدارن. خب خون به مغز نمیرسه، هنگ میکنی منو جای مادر دکتر اشتباه میگیری دیگه. دقیقا حق با شماست. باش، میذارم اینجا، بعد از پست بخور. کارماری هم داشتی به خودم بگو، منم این مادرت. خیلی ممنون، دست شما درد نکن. آقای محمدی چقدر خدمت مونده؟ آقا 8 ماه دیگه مونده. 8 ماه؟ بله. یعنی 10-15 ماه دیگه انشالله عروسیه. خیلی خب ببینیم چی میشه. سلام. چطوری؟ زنده باش شکل ماهت. آقا چرا ناز میکنی؟ بیا بریم داخل. جان خودت کمال، تعارف ندارم، کار دارم. تاریخ این وقت شب چه کاری داری؟ بیا بریم یه دیداری تازه کنیم، جایی بخوریم. این برای دوتن، دوتاش برای آشخانونه، واسه قند و چربیش عالیه، دوتاش هم برای خودته. نکنیم، کاربار خوبه، همه چی میدونه. الحمدلله، آره داریم به صادرات فکر میکنیم و به یه جایی هم رسیدیم، خوبه وضعیتم خودت. بح بح، سر پیری و بازنشستگی زدی به کسب و کار، ماشاءالله. مسئولینی مثل شما داریم، همینه دیگه، به فکر اونها نیستین، خودمون باید گیریم و خودمون عذاب بکشیم. بذار عرق بازنشستگیت خوش بشه، بعد مرزبندی کن جناب مدیر کل. شما خودت کاپیتان مسئولین بازنشسته. آره کمال جون، یه نمه دلم خونه این بره. سرکار شما بی زحمت یه قدم بزن، گرم بشی، این اطراف دست درد نکنه، بعد برگرد برو. مرد حساب، این چی بود تو برنامه تلویزیون گفتی؟ با کاری که تو کردی مرز چیه؟ من باید دیوار بکشم بابا. دیدی من با سنگ روی اخشا دیدی چیه؟ آقا پوشک گرونه، اینا چه ربطی به مردم داره؟ تو باید مدیریت کنی، کارخونه داره تولید کنه، مردم پول بدن پوشکشون رو بخرن، دیگه چه ربطی بونه داره بابا؟ اینا هم تیمی ما، تیم رقیب نیست. خب میدین طرف تقصیر مجریه بود، مجریه یهوی بحث اینجوری مطرح کرد. من رفته بودم در مورد سیاست های کلان صحبت کنم، یک دفعه این یه بحث مطرح کرد. کمال بابا کلان چیه؟ تو خوردش موندی میخوای سیاست کلان رو صحبت کنی؟ یه مش آمار دست مردم بدی، فکر می‌کنی مردم نمیفهمن؟ میفهمن جان. عرقیات رو بهونه کردی اومدی اینجا عرق شرم ما رو کلا. اتفاقا به همین بهونه اومدم. به چه بهونه باید میومدم؟ اینو بهونه کردم بیام اینجا زیر گوشت بگم کمال جان، کاری که تو کردی یعنی فرار از مسئولیت، یعنی شونه خالی کردن از وظیفه خودت. بابا مسئولی من، تو، اون. پول میگیریم که امید بدیم به مردم، ناامید میخوای کنی مردمو؟ میدونم خیلی خراب کاری کردم، تو دیگه به من عذاب وجدان نده. اتفاقا یه قاشق عذاب وجدان واسه من و تو و بقیه لازمه. یکی باید بابا جون، ما باید به مردم بگیم این دبدبه کپیه واسه فخر فروشی نی، ما باید جونمون حفظش که نوکری کنیم. رضا جان دست درد نکن دیگه، من همچی آدمیم، حالا یک اشتباه کردم دیگه، یک اشتباه. از تو بعیده بابا، این همه رو اومدم بهت بگم که کمال جان یا تو برنامه شرکت نکن. آقا مگه مریضی؟ بگو دندونم درد میکنه. یا مطالعه کن، برو شرکت کن. تسلیم آقا، تسلیم. بله تسلیم، قبول دارم، حرف حق جواب نداره. ببخشید آقا، خداحافظ. بازم ببخشید، فقط سر رو همین سربازم صدا بزن. کدوم وری رفت؟ این وری رفت. خداحافظ شما. فابریک تعویزی مویزی هم نداره. خب پس بدش. بیا بده. این چیه مادر نشینه من میدی؟ چی شد عزیز من؟ مگه برق گرفت رو؟ اب نداره، یه نظر حلاله. دختر نجیب تو همین 24 متری هم میشینه، درسش هم خونده، از این باد کرده تزریقی هم نیست دیگه. چی میخوای؟ خدا رو پدر مادرش حفظش کنه. من میگم آچار رو بده من مادر. آچار میخوای؟ بزنم من با همین آچار توی سره. خب بدبخت پیر میشی، از در اقلی میمونه، هیچ کس زنت نمیشه. بابا بهتر اصلا من نمیخوام زن بگیرم. شما هم کلید کردی اما من گیر میدی. اینقدر از اینمون تو محل عکس نگیری گوشید پر میشه. 64 پر سرعته، نگران نباش. 3 تا محلم بریزم باز جا داره. من اینقدر عکس میگیرم تا بالاخره تو رو از رو ببرم، تو یکی رو بگیر. خیلی خب، پس بذار یه خبری بهت بدم. صابونه زنگ زد. گشید بالا؟ بله، 10 تومن رو پیش خونه. 10 تومن؟ تازه اونم با منت. غلط کرده، بات کرده. بگه ناچاریم، تخلیه میکنیم. من خودم از این دخمه بذاریم بریم. متمادر،
با پولی که 3 سال پیش میشد خونه خرید الان اجاره هم نمیشه کرد. شما راه میرید میگی زن بگی زن بگی. خدا بزرگ. سر در یخچال منو ببین. زندگی عین سرسره بازی. یه وقتایی سر میخوری، یه وقت پلکانو میری بالا. نوبت سر خوردن ما میرسه. نگران نباش. میدونم ولی زندگی ما عین آسمون خراش، هر چی میری پله رو بالا نمیرسی که اونور سر بخوری بیاد. تموم میشه. مگه زندگی بد برای کسی مونده؟ همه اینا تموم میشه. درخواست وام کردن. فکر کنم با هم موافقت کنن. هنوز حرف سرسره رو نزده، نشستیم توش زرد سر خوردیم اومده پایین. سرم میخوریم، چرا نخوریم آخه؟ میخوریم. راستی ماما، جهت یادآوری. قرار شد یه هفته آزمایشی بری کار کنی. اگه بد بود نه. اگه بد بود نرم دیگه. رفتم خیلی هم خوب بود. چرا قیافت اونجوری بکنی؟ میگم آزمایشی رفتم خوب بود. بشینم خونه کمبرک بزنم که چی بشه؟ باز میگه بشینم تو خونه. خب آره دیگه، من که الان دارم میرم کار میکنم. کفاف نمیده عزیز من، کفاف نمیده. اون سابق بود یه نفر کار میکرد 10 نفر میخورد، الان 10 نفر کار کنن یه نفر باید بشینه روزه بگیره. کجای کار هستی؟ تو یه هفته 500 تومن اومده رو قیمت شیر. تمام لامبا رو خاموش میکنم قبضه برق ندیدی؟ خدا تو من قبضه برق اومده. دیگه مرغ و گوشت و تخم مرغ و برنج و دیگه اصلا نپرس. اگه دیدیشون سلام منم بهشون برسون. بلش کن ماماجا، بلش کن دیگه. به سرسره فکر کن میدیم بالا آمل میم پایین. بیسته ها مونده آسمون خراشه. هرچی بیری تموم نمیشه. خودت گفتی. من خودم غلط کردم گفتم. بس کلی سر به سر من نزد کنم. شد فرشید باید من یه چیزی یادم افتاد، من بهش مشکوکم. مشکوک؟ نمیبینین؟ نگاه نمی کنین؟ نه تو صداشو زیاد کن، ما اینجا میشتمیم. بخواه فوتباله، دیدنیه. خوب دیدنیه ها؟ آره دیگه فوتبال دیدنیه دیگه. چرا؟ میگه چیز رو بدیم؟ از زیر کار در رفته؟ اصلا اتفاقا خیلیم سفتوشون خیلی کار میکنه. جلل خاله. جلل خاله کی؟ چی؟ چی بازی دارن میکنن اینا؟ مگه میبینی بازی را آبجی؟ نمیشنم. داری نگاه میکنی؟ نه داری میشنم. بشه. آره؟ ببین. چی بازی را آبجی؟ بگو. شما به این هفتار شک نمی کنی؟ مشکوکه. مشکوکه به چی؟ مشکوک به آفساید. مگه بریم نگاه میکنیم؟ مشکوکه؟ نه میشنویم دیگه داداشه، من میشنویم. آفساید گره. واقعا؟ آره آفساید گره. دارین نگاه میکنیم، شما تو گوشی میبینین، من دارم با تأخیر میبینم. آره بابا بگی بشین دیگه، بیزنم شبکه 4. بابا شبکه 3 فوتبال نشون میده، چرا اینجوری میکنی؟ خب من دارم بشون یه عباش حرف میزنم. ببین که قدم خرکیفه به اندازه 3 نفر کار میکنه. بابا چی میری که آفساید بدی؟ پس به حسابی که داره میگی دو دستی چسبیده. آره دو دستی که بنتومن گرفتش داره میره نمیذاره یه دقیقه یکی بهش پاس. داری نگاه میکنی آبجی؟ دارم میشنم. آخه از شنیدن چی جوری در کار گوشیم؟ آقا بگی بشین دیگه، مادر پسر داریم دو کلم خلوت کردیم با هم دیگه. آقا خلوت کردی داره میگه چسبیده به چی جوری میبینین شما؟ بیای فوتبال نگاه کنیم. بگو از کار مردم میگه نگه این عجب اونم کاری یه عجب اون جور کاری داره. خدا رم کنه، خدا رم کنه، من خیلی دلم شب شده. از امروز هم شاکی بود چرا زودتر نبولیم شما. یا امام گل گل ببن نون از فلکه باید ببنیم. میدونم خودم میدونم به بخواست بگیم نون رو درست کردی. آره ماشاءالله بابا تو خوره دیگه این اینقدر نبینید به اینجا کشید حالا نکرده نداشت سوالش بود. چه سوال خوبی؟ مزخرف بود. انگشتاتم می‌خوری؟
بله. استرس داری؟ آدم واسه یه خورش استرس میگیره؟ خورش رو نمیگم که، پرید کنکوره دارم میگم. خب ما قبول میشم، من استرس ندارم که. ولی حاجی خوب هیت شده ها. چی شده؟ هیت شده، یعنی بازدید کننده خیلی داشته، ویو خورده کلی. مرد شور این فضای مجازی رو ببره. نه حاج آقا این حرف رو نزد، اتفاق خیلی هم خوبه. چیش خوبه؟ نه اتفاقا این الان بازتاب مثبتی داره، یعنی شما مدیر مردمی هستی، از جنس مردمی. الان بذار من دو تا کامنت از اینا برای شما بخونم. بخون. اجازه بدید بخون. من کامنتاشو بگیرم اینجا. ببینید آقای مدیر به ما فهموندن این هیچ فرقی با ما ندارند، مثل خودمونن، اونام مثل ما کاری از دستشون بر نمیاد. بفرما. نه خب اون حالا اون کامنت رو جواب بدید، ولش کن اینجا نکنه. اینو چرا نمیگه؟ ای خاک بر سر ما. نه اینو اصلا نه اینو اصلا پیجش فیک. من اصلا دنبال اینم، این همه جا میره از این حرفای رکیک و نمیدونم از حرفای زشت میزنه. پلیس فتا دنبال اینه ها جواب. ولش کن اصلا اینا رو. دریا موانی رو اذیت نکنی ها. چیکارش داری؟ داری من بازی میکنی؟ فردا همین رقیب و جناح مخالف با استفاده از همین منو میکنه. نه عملکرد کنونی شما مهمه. ای بیا اینا، اینم نامه های مردم، مشکلات مردم که شما داری پیگیری میکنی. همینا همون بلایی که سر کارشناسی اومده، سر کارشناسی ارشد هم مثل این که اومده. حالا دیگه خب اونقدرامتون نگران نباش، ولی شاله که دروغه دیگه. ناصر جان یه کمک به ما میدی؟ بله چشم. حاج آقا شما آماده؟ دست شما درد نکن. رفقا پدر جان فردا وقت داری من یه سر بیام دفترتون؟ خیره. خیره انشالله. یه بند خدایی گرفتاره. چرا اینقدر آدم گرفتار دور شما زیاده آقا ناصر؟ دیگه دست فرداده شما این دیگه آج آقا. یه خود مشکلشو حل کنیم دیگه. من فردا خیلی گرفتارم این برون برم. بانک بخ همه هنگ کن ببین چی میشه. باشه آجی دست دارم. میگم دریا جان ما مامان پاشو بیا غذا. ای ننت کش آمده چی میگه؟ چی بابا؟ علی کرده نگران ها رو در میاره. سوال کن بلو رفت آقل خواهیش کنم بایی چه کنم. برو عزیزم. آی ماشاءالله. مامان جان باور کن من فردا به رئیس سازمان زنگ میزنم، میگم درج در پرونده همشونو توبیخ کنه. اونا قطع کردن، من که قطع نکردم. چرا با من قهر میکنی؟ من میگم جلو بچه ها برای چه آبروی منو بردی؟ مگه دروغ گفتم؟ اونا پرسیدن منم راستشو گفتم. خوب کردی، اصلا راست گفتی. مادری حق داری هرچی دلت خواسته گفتی. ولی میگم مثلا عروس من باید بفهمه من در بچگی آدم نادانی بودم، به مادرم احترام نکردم، پرخوری کردم. ها بعد نمیگم دیگه. میخوای با هم دیگه بریم سر میز شام بخوریم دور هم؟ ها؟ خیلی خب پس بیا بیا بگیر دست بخته هامون هست دیگه. بگیر کنفش نکن. ناصر اومده، دریا خانم ساحل اومده. کمال مردم مشکل دارن، به درد مردم برسید. چشم چشم اطاعت میکنم. مادر تو که دیدی من از صبح که از این در میرم بیرون در خدمت مردم هم تا شب که بر میگردم. چشم رو چشم. اصلا بذار من دستت ببوسم مادر. نشد دیگه. نه دیگه سوء استفاده نکن. بگی من اصلا نه نه یکم ریخته فقط نخور زشت. کار خودت میگم. فرشید او باز رفتی اون تو پات خواب رفت. به جمع جور کن بریم دیگه دیر شد. خیلی بی تربیتی. یه بندر این وامونده رو اسپری گذاشتم که سرم رفت. بیجه از دو بایدمو خورد میکنه. بلش کن جانم. یه سوال میخوام ازت بپرسم، میخوام راستشو به هم بگی. بپرس. ببینم تو کارتو دوست داری یا نه. راضی هستی؟ کسی چیزی گفته؟ نه کی گفته باشه، کسی رو بلنداریم که چی؟ خب من اول صبح معذب نکنم چی؟ آفاق بمیره. اصلا این مهمه که من دوست داشته باشم یا نداشته باشم؟ معلومه که مهمه داداشه، من خیلی هم مهمه. نه مهم اینه که من دستمو جلوی نامرد جماعت دراز نکنم واسه یه لقمه نون که نمیکنم. اون که بله درست داری میگی، ولی رود درازی هم داری میکنی. یه جواب داره آره یا نه. نه راضی نیستم. نه سب کنیم. نه 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 راضی نیستم. جون آجی آجی یا آبجی؟ با من دوست ندارم جون تو رو قسم بخورم، گیر نده.
یعنی هیچ نکته مثبتی اونجا نداره؟ نه نکته مثبت؟ نه. یه چیزی که یعنی به تو انگیزه بده. انگیزه؟ انگیزه؟ انگیزه دیگه آقا، انگیزه، انگیزه. نه بابا این چه کاریه؟ تو که منو میشناسی؟ چه انگیزه ای داره آبدارچی بودن؟ آبدارچی هم اونجا؟ فرشید. نه ها چیه؟ بریم دیگه دیره بابا. بابا دیگه کوفت داره حرف میزنه با من. آبجی به فرهاد چیزی نگی ها، من اونجا ادا در میارم انگاری راضی ام از کارم، خوشحالم، بچه هرس نخوره. آبجی پول مول چیزی نمیخواد؟ داری بده دیگه. پول الان که پول ندارم، سر برج که حقوق بگیرم نیت کردم همه پولامو میخوام بدم به تو. خدا سر برجم که هیچ وقت نمیرسه. برو برو مامان. خدافظ. بابا بیا دیگه. چرا داد میزنی؟ درو چرا باز گذاشتی؟ مهندس این مملکت بد علافتو بشه. او مهندس مهندس نکن بابا. برادر من دستتو به پشتت نمیرسه. بیا میگه دستت چی بگیر؟ با شما بود. میگه دستت به پشتت نمیرسه. اینم بگی. ها. باشه باشه. مامان برو تو خدافظ. سلام. یواش بری. باشه. نیفتی. نیفتی. بگی بغلش. خدافظ بابا. نه تو کار پیدا کنی، نه این زن بگی. از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم. از قصد نمیدم.